اما در ارتباط با تحولات ونزوئلا، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با خانواده‌های 6 مدیر اجرایی شرکت نفتی سیتکو که توسط دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا بازداشت شده اند، ملاقات کرد. این 6 مدیر اجرایی شرکت سیتکو در سال 2017 به اتهام دست داشتن این شرکت نفتی دولتی در پولشویی و اختلاس بازداشت شدند. آمریکا امروز خواهان آزادی فوری این 6 نفر است که 5 نفرشان شهروند آمریکا هستند و 1 نفر دیگر نیز اقامت دائم آمریکا را دارد. ما از رژیم مادورو می‌خواهیم تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند. اما ما این حقیقت را درک می‌کنیم که تا زمانی که نیکولاس مادورو در قدرت است، هیچ کدام از این خواسته‌ها تحقق نخواهد یافت. قانونگذاران وفادار به مادورو در ونزوئلا مسئولیت قانونی خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهوری موقت کشور را به عنوان نماینده پارلمان لغو کردند تا راه را برای بازداشت احتمالی او هموار کنند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس دیوان عالی ونزوئلا گفت گوایدو باید برای نقض تصمیم دیوان عالی دائر بر ممنوعیت خروج از کشور بازداشت شود. گوایدو به هوادارانش گفت از خطری که با آن مواجه است آگاهی دارد، اما به مبارزه ادامه می‌دهد. آیا رژیم می‌خواهد ما را برواید؟ بله، البته. ما می‌دانیم که تنها حربه باقی مانده برای آنها استفاده از زور است. اما ما شجاعت، بینش، روحیه، توان، قلب، امید و اطمینان به این کشور و به خودمان را داریم. ده‌ها تن از وزیران خارجه و حتی رؤسای جمهوری که نگران اوضاع هستند با من تماس گرفتند. همکاری بین‌المللی یک واقعیت است، اما رژیم نمی‌خواهد عزم جامعه بین‌المللی را بپذیرد. این رژیم است که باید تصمیم بگیرد چگونه می‌خواهد از قدرت کنار برود. این گزینه امروز در برابر آنها قرار دارد. گوایدو ماه قبل با هدف تحکیم حمایت بین المللی از تلاشش برای برکناری مادورو از چند کشور آمریکای جنوبی دیدن کرد. ایالات متحده به همراه ده‌ها کشور اروپایی و آمریکای جنوبی پس از انتخابات جنجالی و غیرقانونی سال گذشته در ونزوئلا، گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری مشروع آن کشور به رسمیت شناخته است. گیتا آریان، صدای آمریکا.